درود بر شما. چهارم اسفند ماه 1402 خورشیدی و 23 فوریه 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به زندانی شدن روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه فردای اقتصاد در ساختمان این رسانه در تهران، اتفاق بی سابقه در تاریخ مطبوعات ایران، و میپردازیم به ماجرای کوروش کمپانی. پرده آخرم آخر برنامه. بعد از ظهر دوشنبه 16 بهمن ماموران حکومت ریختن تو دفتر رسانه فردای اقتصاد، دستا بالا هیچ که به هیچی دست نزنه. تلفن‌های همراه و وسایل خبرنگار رو جمع کردن. بازجویی ها شروع شد تا عصر سه‌شنبه که 3 رو گذاشتن برن بیرون، تا جمعه 20 بهمن چند نفر دیگر رو آزاد کردن، بقیه رو نگه داشتن. هیچ کی هم هیچی نمیدونست. خانواده هم جمع شده بودن جلوی خانواده کارکنان و روزنامه نگاران فردای اقتصاد جلو ساختمان که با چه خبره، و تلفن هم همه بسته، هیچ تماسی هم نیست. تا الان هم هیچکی دقیقا چیزی نمیگه یا نمیدونه. یک حمله پرسابقه به دفتر یک رسانه که به کرات دیدیم در جمهوری اسلامی، و یک حبس بی سابقه در تاریخ مطبوعات ایران. این اولین بار بود که حکومت ساختمون و دفتر یه رسانه رو با آدمای توش توقیف میکرد، گرچه همچنان داره وبسایت فردای اقتصاد به روز میشه و مطالب جدید میذاره. یا فقط در جمهوری اسلامی اتفاق میتونه بیفته. واقعا این حبس در دفتر رسانه ادامه دار شد. خبرهای غیر رسمی شنیده شد که چند تا از کارکنای فردای اقتصاد بردن جای دیگه، یعنی بازداشت کردن، بردن زندان. هنوز هیچ کس نمیدونه دقیقاً چند نفر رو گرفتن، به چه اتهامی، کجا بردن، چرا حکومت نمیگه چه خبره، چرا هیچ خبر رسمی منتشر نمیشه. تنها خبر رسمی که منتشر میشه این است که حبس کارکنان فردای اقتصاد، ببینین جان من، ببینین قوه قضاییه میگه حبس کارکنان فردای اقتصاد، حبس روزنامه‌نگار فردای اقتصاد ربطی به فردای اقتصاد ندارد. این خونم براتون دیگه. بازداشت یک خبرنگار سابق، اینو سایت دارین میبینین دیگه، خبرگزاری میزان مال قوه قضاییه و اینو سخنگوی قوه قضاییه میگه. بازداشت یک خبرنگار سابق و بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته. در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است. این خبرنگار سابق که میگه قوه قضاییه، منظور مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار قدیمی است که حوزه اقتصاد بیشتر کار میکنه، با روزنامه‌های شرق و اعتماد کار کرده، چند مستند منتشر کرده، قبلا هم بازداشت شده بوده. این بار که چند روز قبل از حمله مغولا به دفتر رسانه فردای اقتصاد بازداشت شد، همین آقای افشارنیک، معلوم نیست چه کسایی از کجا آمدن بازداشتش کردن. در این باره البته خواهیم گفت در طول برنامه، اما قبلش بزنین یکی دو نکته بگم. یکی اینکه دفتر رسانه فردای اقتصاد در ساختمان گروه مالی کیان، خیابون الوند، میدون آرژانتین تهران، 16 بهمن کل ساختمان رو بستن، یعنی حکومت بست، یعنی کل ساختمان که متعلق به گروه مالی کیانه و تحریریه فردای اقتصاد هم تو همین ساختمانه دفترش. فردای اقتصاد زیر مجموعه گروه مالی کیانه که سال 95 تأسیس شده و تو حوزه‌های مختلف فعالیت میکنه. عیناً خودشون نوشتند کیان، یعنی گروه مالی کیان، یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است که در گروه خود مجوزهای کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، 6 صندوق سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی را از سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز پرداخت یاری و واسپاری یعنی لیزینگ را از بانک مرکزی اخذ کرده است. یه روز بعد از حمله مغولا به دفتر روزنامه، به دفتر رسانه، 17 بهمن 1402 رویداد 24 نوشت
مجید زمانی در کنار علی نوریان و عبدالله فاتح از مؤسسان این گروه مالی است. مجید زمانی در واقع سهامدار اصلی و بنیانگذار گروه مالی کیان است که آذر ماه سال گذشته 1401 طی نامه خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از استعفا و کنارگیری خود از این گروه و تمام شرکت‌های زیرمجموعه کیان خبر داد. بر اساس گزارش‌ها او 79% سهام گروه کیان را در اختیار داشت، اما بعد از استعفا مالکیت خود را به 3 سهامدار دیگر، علی نوریان، عبدالله فاتح و مونا حاجی اصغر واگذار کرد. برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند توقیف ساختمان رسانه فردای اقتصاد در واقع ربطی به این رسانه ندارد و موضوع مورد مناقشه مربوط به گروه مالی کیان و شخص مجید زمانی است. مجید زمانی سال 88 تو ستاد میرحسین موسوی بود، به همین دلیل بازداشت شد، 5 ماه زندان بود و بعد که آزاد شد بعد از مدتی هم از ایران خارج شد و الان کار و زندگیش در اروپاست و یک گروهی تشکیل داده سیاسی در واقع به اسم دولت برای ایران. تو صفحه معرفی این دولت برای ایران نوشته شده است که گروه دولت برای ایران یک سازمان مدنی و سیاسی است که با هدف ایجاد پلتفرمی برای شکل‌گیری یک گفتگوی عمومی و همچنین سازماندهی مشارکت مدنی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت بر سرنوشت خود تشکیل شده است. از وظایف این گروه دولت برای ایران نوشته شده است: گفتمان سازی مناسب برای گذار از حکومت ایدئولوژیک و دینی به یک دموکراسی سکولار که اعتبار قدرت و حتی رأی اکثریت مشروط به رعایت حقوق اساسی تک تک مردم ایران است. خب بعد از اینکه خبر اشغال دفتر رسانه فردای اقتصاد و ساختمان مؤسسه کیان منتشر شد، در اول فضای مجازی بعد در ایران منتشر شد، همکارم در رادیو فردا هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشت با مجید زمانی در 17 بهمن 1402، یه روز بعد از اون حمله مغلاب دفتر رسانه. یه قسمت هاییشو بشنبیم. از دیروز که اومدن توی شرکت کیان، اونطوری که من شنیدم از بچه هایی که اون تو بودن، تحقیقات بیشتر راجع به این بوده که ارتباط با من چی بوده، چه کسانی با من از این کار میکردن و چه کسانی با دولت برای ایران آیا در ارتباط هستن یا نیستن. شما امروز که ما با هم صحبت میکنیم میگید که بیشتر از 1 ساله که هیچ ارتباطی با این گروه مالی ندارید، مؤسس این گروه بودید اما امروز رابطه ای ندارید، سهامدار نیستید در این شرکت. چرا به دنبال این بودند که این رابطه رو بخوان پیدا بکنن؟ اینو بالا بعد از خودشون پرسید. من هیچ رابطه ارگانیکی با این شرکت ندارم، نه سهامدارم نه مدیر هستم. البته بعضی وقتا به خاطر کارهای بالاخره اینجا گروه مالی بزرگی هست، به خاطر قراردادها و کارهایی که در قبل بوده از من مشورت گرفته شده و نظر من خواسته شده، ولی به هیچ وجه من ربطی به این گروه ندارم. بالاخره شرکت کیان در تمام این مدت، حتی موقعی که من اونجا بودم، محدودیت پشت محدودیت برای ما میذاشتن به خاطر کارهایی که من در 88 کردم و اتفاقی که 88 افتاده بود و اون موقع میگفتم به خاطر این پرونده است. من فکر کردم اگر من شرکت رو رها بکنم و بیام حداقل اون مشکلاتش میتونه حل بشه. حالا بله، من فکر میکنم فشارهایی بوده روی شرکت تا اونجایی که میشنیدم به خاطر کار دولت برای ایران و کارهایی که من اینجا میکنم، ولی واقعیتش اینه که هیچ کسی در اون شرکت راجع به کارهای سیاسی من هیچ دخالتی نداره و من هیچ رابطه‌ای با ایشون ندارم. ولی از اون چیزی که من شنیدم از چهارشنبه گذشته، همه اینا به بهانه یا با یک اتفاقی که در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه، با این اتهام که از یکی از IP‌های اون شرکت یک فایلی روی اینستاگرام آپلود شده که در مورد تحریم ها بوده یا دور زدن تحریم ها یا چیزی شبیه اون که الان ما چیزی راجعش نمیدونیم. این ویدیو که ازش صحبت شد در آخر آقای زمانی گفتند، وبسایتی به اسم ایران گیت که در خارج از کشور هست ظاهرا منتشر کرده این ویدیو رو. یه تیکه از این ویدیو رو ببینیم تا کل ماجرا دستون بیاد.
محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی سالها قائم مقام معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه ساس و عضو کمیته پوششی شورای عالی امنیت ملی بود. باوند در کمیته پوششی شعام با مهر چینی در شاهراهای کلیدی حوزه نفت، ساختارهای در هم تنیده رانتی را پایه‌گذاری کرد و رفته رفته به سر شبکه و پدرخوانده مافیای نفتی تبدیل شد. او جریان خالص سازی فروش انرژی کشور را به سود دلالان منسوب به این شبکه اختاپوسی قوت بخشید که سمرگان شکل گیری یک ابر دلال بزرگ تحریم به نام مجید تاج است. و ادامه درباره مجید تاج، برادر مهدی تاج، که یه بارم درباره افشاگری درباره ساخت و ساز در ایران این داستان رو داشتیم. باری همین ویدیویی که دیدین و کاملش البته و همین موضوع و این افشاگری رو بولتن نیوز که رسانه ایست در ایران در 25 آذر 1402 منتشر کرد. البته اسم آدم رو کامل نیورد، مثلا ناصر محمد سیدی رو نوشت نون سین، یا ممجواد باوند رو نوشت به آقای به، بقیه هم به همین ترتیب. این ممجواد باوند از بستگان علی اکبر باوند که از بازجویان و شکنجگران پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 علی اکبر باوند در وزارت اطلاعات معروف بود به مجتبی بابایی. دیدین حتما دیگه همون کسی که از جمله کسانی که از مثلا زن سعید امامی مثلا میزدنش، شکنجهش میکردن که بگه من اسرائیل بودم، اصلا اسرائیل به من گفته که بیایم و به سعید گفته که حاج سعید گفته که بکشیم روشن فکر و اینا رو. باری محمد جواد ممجواد باوند شغل شریف یا باباش علی اکبر یا عموشه، شغل اینو که میگم، یا چون هم پسرش هم برادرزادش رو شنیدم که برده است آقای علی اکبر باوند اون شکنجهگر اولیه برده است به اطلاعات سپاه، هر دو رو که در این ویدیو هم که دیدین علی ممجواد باوند از معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه، باری ایشون همون شغل شریف رو داره ادامه میده دیگه. حالا این آدم و همزمان الان ایشون چی کار است؟ بیرون دستیار جواد اوجی وزیر نفت دولت رئیسی است. در چه اموری؟ در امور فروش نفت، میعانات گازی و فراورده های نفت و گاز، یعنی درست زده وسطش. خب در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، همراه همیشه برنامه صفحه آخر. بسیار سپاسگزارم که باز در خدمتتون هستیم آقای کلانتری. آقای کلانتری، من یه مقدمه گفتم برای روشن شدن موضوع، ماجرا چیست؟ خلاصه بنده دیگه حرفمو زدم. عرض کنم که ماجرای این حمله مغولی به دفتر فردای اقتصاد در واقع یه پشت پرده ای داره که اون پشت پرده دعوای باندهای حکومتی فروش نفته که یه بخشیش همین آقای باوند بود که شما گفتید و بخشهای دیگه هم داره، یعنی اون آقای ناصر سیدی که متعاقب این دستگیری ها، یعنی دستگیری آقای افشارنی، دستگیری این چند روزنامه نگار در فردای اقتصاد، آقای ناصر سیدی هم علی‌الظاهر بازداشت شده و این دعوا بین اون باندهایی که در واقع پشت پرده اند به اینجا کشیدی که به این روز و احوال انداخته وضعیت فردای اقتصاد. حالا اینکه این یه اتهامه، ما نمیدونیم چقدر واقعیت داره چقدرم واقعیت نداره، اما اون چیزی که مسلمه یه سازوکاری برای فروش نفت اینها در ستاد مقابل تحریم، مقابله با تحریم ها که مدیریت کلانش با آقای دکتر مخبره، ایشون یه سازوکاری ریخته که اون سازوکار در اون سند شماره 2 ما اینا نشون دادیم ما که اصلا این سازوکار ستاد مقابله با تحریم ها برای فروش نفت چی هستش. ببینید یه کارگروه فروش نفت هست که یک سری مثل وزیر نفت هست،
معاونت نظارت معاون اول هستش، نمیدونم نماینده معاون اقتصادی وزارت اطلاعات. معذرت میخوام آقای کلانتری، عذر میخوام. بزنین این سندی رو که الان دیدیم رو مجددا دوستان بزنن روی صفحه که شما توضیح میدین، چون اون توضیحات بالاش هم خیلی مهمه، اونا رو توضیح بدین همش رو تا توضیحات شما تموم نشه برنمیداریم اینو. بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم که این کارگروه، بله، تشکیش شده وزیر نفت، معاون نفتم، هماهنگی و نظارت معاون اول آقای دکتر مخبر، معاون اقتصادی واجا، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، رئیس عرض کنم که شرکت مدیر عامل شرکت ملی پخش و پالایش، و یه آقای به نام باقر خورسندی، حالا نمیدونم سمتشی اونجا. این کار گروه مقابله با تحریم های نفتی در واقع نازش یک کمیته در شورای امنیت ملی به نام کمیته پوششی. کمیته پوششی هم متشکل از همون معاون اقتصادی شورای امنیت ملی، نماینده یا معاون اقتصادی دوباره وزارت اطلاعات، نماینده یا معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، نماینده سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات، نماینده معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، نماینده نیروی قدس سپاه، نماینده معاونت اقتصادی نیروی قدس سپاه در اینجاست، و نماینده سیاسی امنیتی دادستان. این میشه کمیته پوششی که قراره نظارت کنه به این کارگروهی که برای فروش نفته. در اینجا یه سری افراد که نقش مشترک دارن، که یکی از این نماینده ها که هم توی کمیته پوششی نماینده است هم در کارگروه، آقای محمد جواد باونده. در واقع در این ویدیویی که اومد بیرون، در واقع برای اولین بار بود که، البته نه اینکه نمیدونستن، اما رسانه‌ای نشده بود، و اسم آقای باون اومد و نقش ایشون در فروش نفت، البته در کانالیزه کردن برای یک باند حکومتی که اونجا اشاره کردن به آقای مجید تاج. قبل تر از این هم خب یک باند دیگه بوده به نام آقای ناصر سیدی که همین کارو میکرده، یعنی فروش دست اون بوده. حالا دعوا اینها ظاهرن سر میعانات، البته تو خود فروش نفت هم هست، منتها دعوا سر این میعاناتی که میگن 130 هزار بشکه یا ماهی 1,000,000 بشکه است، و از هر بشکهش دارن 10 دلار سود بوده. خب سالها بوده آقای سیدی داشته این کارو میکرده، که بعد از بابک زنجانی معروف شده بود و بهش میگفتن بابک زنجانی شماره 2. اما ظاهرن آقای میگه این چیزی که توی این گزارش میگه، میگه آقای باون اومده و گفته که حالا دیگه شما به سیدی، حتی رفته با اینو که امارات جلسه گذاشته و گفته که دیگه شما حق ندارید با سیدی معامله کنید و باید مثلا با آقای مجید تاج مثلا معامله کنید. من نمیفهمم اینو، در حالی که این دوتا هم در واقع از قبل هم داشتن با هدایت این کمیته پوششی در واقع این کار رو میکردن، کارگروه فروش یا این ستاد مقابل تحریم، یعنی مجموعه داشتن کار میکردن. و این کارگروه و این کمیته پوششی یک سری دستورالعمل‌ها داره که اینها اوج این که بالای ما اون سند دو و اون چهارتا آوردیم، که اینها اصلا خودشون ریشه فساد هستن در فروش نفت. یکی این که سازمان وزارت اطلاعات رو ملزم به این کردن که آقا شما باید بری یه سری سامانه و محله ملاقات برای اونهایی که تو صف دارن کارگزارن فروش نفت میکنن، یعنی وسایل ارتباطی امن و محل ملاقات امن تهیه کنی که اینا بتونن با این راهبران کمیته پوششی ملاقات داشته باشن. دومیش اینه که این کارگروه هم برای تصویب چیز باید 5 نفر رسمیت داره، 3 رأی که یکیش رأی وزیر نفت باشه مصوبه میشه. یه مصوبه دیگه ای که برای این کارگروه و این کمیته پوشش اینا هست اینه که به 1 دفاتر اسناد رسمی هماهنگ کنن
بدون اینکه ثبت بشه سند بتونن از این کارگزاران و اینا که کار صفی میکنن برای اینا خریده بشن برن اون التزامات قانونی ثبتی و سندی رو بگیرن. دو، شرکت هایی که اینا ثبت میکنن در داخل ملزم کردن روزنامه رسمی ها، اصلا این شرکت ها در اطلاعات و آمار روزنامه رسمی نیادش این شرکت هایی که اینا ثبت میکنن. سه، گفتن شما معافیت مالیاتی هم دارید برای خدماتی که دارید میدید برای فروش نفت. یعنی یک چیزی درست کرده بودن که اونی که ما توی فساد میگیم، یعنی اختیارات دادن بدون نظارت، این قطعا خروجیش میشه فساد. یعنی این سازوکاری که درست کردن قطعا خروجی به جز فساد هم نداشته. گذشته از این، جالب اینه که اینهایی که این کار رو میکنن، یعنی کارگزار همین باندهای حکومتی ما بهشون میگیم هستن، در مواقعی که خودشون دارن سود میبرن، خب دارن سود میبرن، سکوت میکنن، معمولا ما هیچ اطلاعاتی ازشون نمیدیم. اما وقتی که اینها رو از رده خارج میکنن، میگن آقا دیگه شما الان نمیتونی کار کنی، حالا آقای سیدی برو و مثلا آقای تاج بیاد، حالا ممکن آقای تاج هم بعد یه مدت بگن برو یا آقای ایکس دیگه ای بیادش. تازه تو مصوبات کمیشه بچی سقف هم دارن، هم گفتن بین 200 میلیون تا 400 میلیون یورو هر کارگزار میتونه این کارو بکنه. اینها شروع میکنن افشاگری علیه همدیگه، حالا اسناد میدن یا هزینه هایی میکنن یا هر کاری به هر صورتی میکنن. ممکنه که در این سازوکار یک سری روزنامه نگارها رو هم اینها منیپولیت کنن، دستکاری روانشناختی کنن و اونها رو در واقع گرفتار کنن. در واقع این اتفاق اصلیه که افتاده و منجر شده به این اتفاقات و این اخباری که اخبار زد و نقیزی که در مورد فردای اقتصاد اومد بیرون. آقای کلانتری، مشخصا و دقیقا این دو باند، دعوای باندای در واقع چی بگم، دلالی نفت، فروش نفت، هرچی، حالا من یه توضیح کوتاهی هم در مورد سیدی میدم که چقدر اهمیت داره این رقم ها، ولی این چه ربطی مستقیما داره به رسانه فردای اقتصاد و این روزنامه‌نگارای بدبختی که باید حبس بشن اونجا؟ بگین، خواهش میکنم. این چیزی که الان خودشون ادعا میکنن و در اخبارم اومد و جز اتهامات هست، میگن که این کلیپ ها که سه تا بوده، یکی هم نبوده، این یکی از کلیپ ها بود که بخشی شد پخش کردید شما، سه تا کلیپ بوده. اینها مدعی این هستن که این کلیپ ها در فردای اقتصاد تهیه شده، در روز، یعنی محل بسیار رسانه فردای اقتصاد. اما این که حالا این اتهام درسته یا نه ما مطلع نیستیم. این چیزی که اینها دارن میگن، یعنی اتهامی که اینها دارن وارد میکنن، به خاطر همین هم 5 نفر رو دستگیر کردن، حتی مدیر سردبیرش هم آقای میرزاخانی که ایشون رو ول کردن بعد اون، چون ایشون اصلا انگار تو جریان نبوده، اما 4 تای دیگر رو نگه داشتن هنوز. یعنی آخر اینا اگر که قبول بکنیم که میگین ایشون در جریان نبوده، یعنی به ضرس قاطع اونجا تهیه شده. آخه چرا یعنی چه حماقتیه وقتی که میخوان هر کلیپی در خارج از ایران میخواد منتشر بشه، نه در اینکه در داخل ایران منتشر نه، تو فضای مجازی چرخید، خب تو ایران هم دیدم، ولی در خارج منتشر شده این کلیپ، خب کاری نداره که تو خارج درست کردن این کلیپ، که چرا باید برن تو دفتر فردای اقتصاد این کارو بکنن که بعدم بیان بگیرنش؟ یعنی پشتش نمیدونم که این خود این اتهام دوزاری هم در واقع واقعا پشتش همین دعوای باندهاست. چه ارتباطی داره اینا؟ آره، توی این کلیپ ها داره نشون میده که این باند جدید، یعنی ممجواد باوند و بقیه اومدن و تاج، مجید تاج اومدن گوی سبقت و در دلالی و دزدی و هاپولی کردن پولای مردم بدبخت ایران از محمد سیدی گرفتن و اون باند، و به همین دلیل اومده افشا کرد. خب این کاری به خارج از کشور میتونن این کلیپ 7-8 دقیقه رو تهیه بکنن، برای چه باید تو اونجا تهیه کنن؟ من نمیدونم، میگم این دلایلی که الان اینها میگن، حالا بعد ببینیم مستنداتی هم منتشر میکنن برای ادعاشون یا نه، اما اون چیزی که معلومه 20 روز قبل آقای افشارنیکو میگیرن
که به جرم این که ظاهرن اطلاعات و ایشون مثلا افشا کرده، مهدی افشارنیک همون خبرنگار قدیمی، بله خبرنگار قدیمی، اتفاقا خبرنگار تو حوزه نفت و انرژی و اینا هم فعالیت داشته، ایشونو میگیرن، ایشونو که میگن متعاقب این پرونده میشه که این حمله مغولیشونو میکنن به دفتر فردای اقتصاد گروه مالی کیان، بعد از اونم ناصر سیدی رو میگن میگیرن. یعنی اینها این روند رو که نگاه میکنی اینا همش روند مرتبط با این کلیپ هاست، یعنی شما هر چی نگاه میکنی مرتبط با این که حالا چقدر اینا دلایل دارن، مستندات دارن، و اون حرفایی که میزنن ما ردگیری کردیم که از آی پی اینجا فیلم آپلود شده اینا، که این بیشتر به جوک و شوخی و اینا میمونه. حالا اون سازوکارش هم معلوم چجوری بوده، حالا اینا رسیدن به این که مثلا این تولید شده یا نشده، بعد منتظر باشیم باز جزئیات بیاد بیرون ببینیم واقعا این کلیپ ها در اونجا منتشر شده بوده یا نه. البته قرائن هم زیاده که همین مثلا این محتوای این کلیپ ها وقتی میاد توی سایتی مثل بولتن نیوز منتشر میشه، الان برای من قریب به ذهن بیشتر میشه که شاید تولید اینها هم داخل بوده و شاید اصلا اینها نمیدونستن که خب این دفعه چه اتفاقی میفته و چقدر دارن چه کاری میکنن و چقدر خطرناکه. در حالی که حتی خود من اگر بخش فنی هم این کارو کرده باشم، ما تجربه داریم دیگه تو بخش فنی و ادیت و اینا، بعضی موقع تو حتی صفحه بندی روزنامه ما مطالبی که میدیم صفحه بندی میکردن، یادم تو تحریر میدادیم، بعضی ما صفحه بندی ما نمیدونستن چیه، حتی ما از اونجا از یک فوشی هم مینوشتیم تو تیر، یه عکس نمیدونم بدی هم میذاشتیم، بعضی ما متوجه نمیشدن اصلا این چیه و چی رفت داره. حالا با وجود همه این داستان ها من نمیدونم، من ما در مسند قضاوت نیستیم، ولی من تو کتم نمیره که چه نیازی آخه اینا تولیدش تو ایران باشه یا اصلا تو دفتر فردای اقتصاد باشه. همچنان من دنبال اینم که ببینم پشت و پسله چیه. ما آقای کلانتری هرچی هم که اینا خودشون بیان به اصطلاح مستندات بخوان بدن برای اینکه ثابت بکنن که بله ما اینجوری به این دلیل زدیم گرفتیم نمیدونم یا اونجا رو اشغال کردیم اون داستانا، میشه مثلا این ماجرای آی پی که شما دارین میگید و خب اصلا قابل تکیه نیست، معتبر نیست، آنچه هایی که مثلا دستگاه قضایی دروغگوی اتهامایی که میزنن داریم میبینیم دیگه، با اونا نمیشه. بنابراین باید رفت دنبالش و دید که اون پشت و مسئله چه خبر بوده است. حالا در همین دعوای باندی که داریم صحبتشو میکنیم و اون چیزی که اینا رو عصبانی کرده، یعنی همین ماجرای محمد جواد باوند و رفتن دنبال این که آقای محمد سیدی رو ورداره از ارتباط با شرکت اینوک امارات و مجید تاج رو بذاره و همین کار هم کردن، این قضیه رو اجازه بدین که من آیه کلانتری گل در قسمت بعدی ما بعد برمیگردیم باز خدمت شما، بذارین من برای بینندگان عزیز یک توضیح بدم درباره ناصر محمد سیدی که آیه کلانتری گفتن اینو بازداشتش کردن در همین ماجراها، این دعوای باندی. زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نفتی که به امارات فروخته شد، طرف حساب ایران شرکت دولتی، طرف حساب جمهوری اسلامی شرکت دولتی اینوک بود. 5,300,000,000 دلار نفت خرید اینوک امارات، بعد گفتن تحریم، نمیتونیم پولو برسونیم. 17 آبان 94 بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی گفت در سالهای قبل همون دوره احمدی نژاد مقداری میعانات گازی را به شرکتی دولتی در امارات فروخته بود، دولت قبل از دولت 11، یعنی به همین اینوک فروخته بود، که این پول به دلیل تحریم بلوکه شد اما از بین نرفت. این پول در جای امن است و هیچ خطری تهدیدش نمی کند. کجاست؟ کجا بوده این پول که هیچ خطری تهدیدش نمی کند و در جای امن است؟ تو حساب ناصر محمد سیدی. ناصر محمد سیدی بچه خوی استان آذربایجان غربی، تو همون بروبیای بابک زنجانی تو دوره احمدی نژاد، ناصر محمد سیدی هم از طرف سپاه نفت کوره به عراق صادر میکرد، معرفش به شرکت اینوک امارات
مسعود ظریف‌آفان معاون احمدی نژاد بود. 5,300,000,000 دلاری که زنگنه میگفت جاش امنه تو حساب آقای ناصر محمد سیدی در امارات بود. نمیدونم بالاخره این پول به بانک مرکزی برگشت یا نگشت، اما میدانم که دست کم 2 سال آقای محمد سیدی با این 5,300,000,000 دلار کار میکرد. تو ایرانم میشناسنش، تو خوی به ویژه به عنوان خیر نزد امام جمعه و نماینده ولی فقیه مطرح است و هر سال خرج امام حسین میده و امام زمان میده و از این داستان. حالا چرا دولت روحانی با این آقای محمد سیدی هیچ وقت مشکلی که نداشت؟ هیچ. میگفت پولا جا امنه. و چرا زنگره یا بقیهشون یه بار اسمی از ناصر محمد سیدی نیاوردن؟ چون ناصر محمد سیدی از یه طرف با مسعود ظریف‌آفان نزدیک بود به واسطه یه کارش تو بنیاد شهید که ظریف‌آفان معاون رئیس جمهور بود زمان احمدی‌نژاد و رئیس بنیاد شهید بود و محمد سیدی نماینده یکی از شرکت‌های مهم بنیاد شهید در امارات بود. از طرف دیگه به یکی دیگه نزدیک بود، به حمید گلسفید، حمید پور محمدی گلسفید، قائم مقام بانک مرکزی بود تو دولت احمدی‌نژاد که ماجرای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد و حمید گلسفید هم افتاد زندان. بعد با قرار وثیقه آزاد شد. همین آدم تو دولت روحانی شد معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، یعنی معاون محمد باقر نوبخت. یعنی اوضاع چجوریه؟ یعنی در دوره‌ای که ظریف‌آفان رئیس بنیاد شهید بود در دولت احمدی نژاد، حمید گلسفید رئیس شرکت شاهد بود، از مهمترین شرکت‌های بنیاد شهید، نماینده شرکت شاهد در امارات، یعنی نماینده حمید گلسفید در امارات ناصر محمد سیدی بود. ناصر محمد سیدی که حالا جاش در این دعوا و افشاگری که باعث شده که بریزن تو دفتر یک رسانه، ناصر محمد سیدی الان، یعنی که الان جاش اومده مجید تاج، ناصر محمد سیدی در تهران یه صرافی داشت، احتمالا هنوزم داره، به اسم صرافی گارانتی تو خیابون ایران شهر. چند تا شرکت داره از جمله زرین تجارت پرشیا که همه شرکت‌های پوششی است برای جابجا کردن پول. خب و اما ماجرای کوروش کمپانی. شهریور 1399 خامنه‌ای دستور میده جلو واردات آیفون رو بگیری. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود 500,000,000 دلار اینجور گزارش شده بود مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها بایستی دولت جلوی این رو بگیره. یکی از نتیجه های این ممنوعیت و باز کردن راه قاچاق و کلاهبرداری با همین کوروش کمپانی افتاد بیرون. سر واکسن کرونا هم این کارو کرد پیشوا. فرقش این است که ممنوعیت واکسن کرونا باعث در گذشت بیش از 367,000 نفر طبق آمار رسمی در ایران شد و البته سودهایی که از مسیر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان خامنه ای و ساختن واکسن برکت سود شخصی برای خامنه ای داشت، شرکت زیر مجموعهش، ولی این یکی یعنی جلوگیری از واردات آیفون مرگ و میر ظاهرا نداشته، به خاک سیاه نشوندن هزاران بلکه ده ها هزار نفر بوده. میگن که یکی دو نفر البته خودکشی کردن وقتی همه مالشون رو سر این کلاهبرداری از دست دادن. باری بلافاصله بعد از صحبت خامنه ای درباره ممنوعیت ورود آیفون سال 99، همون موقع بچه جوانای جاه طلبی که تو فرهنگ و اقتصاد جمهوری اسلامی فقط راههای بزن و در رو یاد گرفتن راه میافتن، قاچاقچی هم دنبالشون. امیر حسین شریفیان متولد 1357 بعد از دستور خامنه ای همون سال 99، یعنی 24 سالشه، میشه چقدر نمیدونم چند سالشه، که میره یه شرکت میزنه به اسم کوروش، دیدین دیگه شناسنامه‌شو، یه شرکت میزنه به اسم کوروش پردازان آیسا، دو نفر رو در روزنامه رسمی معرفی میکنه، امیر حسین شریفیان و خاطره قرداقی. یکیشون 50,000,000 تومان میذاره، یکیشون 40,000,000 تومان، یکیشون مدیر عامل میشه، یکیشون رئیس هیئت مدیره میشه. اینجوری ثبت شده تو شرکت، تو روزنامه رسمی شرکت کوروش پردازان آیسا. 2 ماه بعد از ثبت 2 نفر بهشون اضافه میشن، سید حسام روحانی اصفهانی و مازیار مرادی. چند ماه بعد یه نفر دیگه به اسم امیر حسین گودرزی هم بهشون اضافه میشه و یکی دیگه به اسم پیام فرجی، میشن 6 نفر.
شریفیان من مدیر عامل و من رئیس هیئت مدیره، دو تاشون چند رئیس هیئت مدیره من فلان میشه. شریفیان که عکسش رو دیدین، یعنی همین بابایی که سیبل اصلی این کلاهبرداری است، همچنان مدیر عامل این شرکت تا کی؟ تا اول مهر 1402 که امیر حسین گودرزی میشه مدیر عامل، شریفیان میشه رئیس هیئت مدیره. ظاهرا از همون موقعی که مثلا جمهوری اسلامی میگه در رفته این شریفیان. حالا کوروش کمپانی اسم تجاری کوروش پردازان آیساست، همون شرکت ثبت شده. خود شریفیان میگه یک سال و دو ماه فعالیت میکردیم و کلی آدم آیفون دار کردیم که اوضاع اینجوری شد. این هم که الان یکی دو هفته یکی مسئولان ریز و درشت حکومت میان میگن مجوز نداشته، دروغه. دفتر رسانه وزارت سمت صنعت معدن و تجارت در این باره نوشته شرکت کوروش پردازان آیسا به نمایندگی امیر حسین شریفیان با نام تجاری کوروش کمپانی در سال 1400 از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی و تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال 1401 نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است. در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک در زمان صدور این ماد استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است، لذا در هیچ یک از موارد منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. حالا میگن مثلا سرباز فراری بوده از همون سال 1400 که این مجوز ها صادر شده و حاشیه های دیگه ای رو، اینا رو کاری نداریم. مهم این است که در مملکتی که یه تار مو اگه بیرون باشه 60 تا دوربین از خانم ها 60 تا دوربین ضبط میکنه و میفرسته به مراکز متعدد پیگیری و پرونده سازی، کوروش کمپانی ظرف یک سال و دو ماه آیفون 13 رو که اصلا ورودش طبق دستور امام خامنه ای ممنوعه به چند هزار نفر پیش فروش کرده. هر این داستان پیش فروش هم اصلا داستان نیست. هر آیفون 13 20 میلیون تومان. آیفون 13 تو آمریکا الان مینیمم 700 دلاره. مینیمم میگم یعنی 128 گیگی. ساده. یعنی نزدیک دو برابر قیمتی که کوروش کمپانی تو ایران قیمت میزنه. 20 میلیون تومان آیفون 13 رو پیش فروش میکرد. یه چند تا تعهد جواب داد. اون اول معلومه که میکنن این کارو. به بقیه که در واقع همه تعهدات در واقع عمل نکرد. معدود رسانه ها همون پارسال هشدار داده بودن که این قضیه بوی کلاهبرداری میده. امیر حسین شریفیان تو چند ماه اینقدر پول جمع کرده از مردم که خودش میگه این اواخر روزی 20 میلیون تومان فقط بر روزی 20 میلیون تومان فقط برای حفاظت از محل کارمون میدادیم. آقا چی شد اینقدر کوروش کمپانی معروف شد؟ لطف خدا بود و حاصل 6 سال زحمت. البته مدیریت و هوش خودتون هم بوده. خیلی ممنونم. البته این نکته رو بگم که همیشه دوست داشتم معمولی نباشم و تو کار خودم خاص باشم. خدا بهم لطف کرد. با این حاشیه ها چه میکنید که برای کوروش کمپانی درست کردن؟ والا حاشیه که همیشه برای کارا و آدمای بزرگ تو ایران هست. همین دیگه روحیه اینجور آدم ها تو ایران اسلامی همینه دیگه، دیدین دیگه. پلیس میگه تا حالا 1500 نفر در تهران از کوروش کمپانی شکایت کردن. ما هم یکی از منصوبان امیر حسین شریفیان رو انداختیم زندان. یکی از منصوبان یعنی که یعنی بابای شریفیان، که شریفیان میگه اصلا من و شرکت هم ربطی به بابام نداریم. میگه من نمیم 7 سال اصلا هیچ ربطی بهش ندارم از این داستان. حکومت به مردم میگوید فردین شریفیان بابای امیر حسین رو گرفتیم انداختیم زندان حالا که خودش نیست. اصلا فردین شریفیان هیچ جای این شرکت نیست، لااقل اسمش جایی نیست. اونو میگن انداختیم زندان، اما اسمی از برادران روحانی اصفهانی و فرجی و مازیار مرادی و غیره و غیره اصلا نمیارن اصلا. قوه قضاییه هم که دستگاه عدل اسلامی است برخوردش اینه. کوتاه خدمتتون عرض بکنم. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه پنج دادسرای عمومی انقلاب تهران گفت چنانچه اموال این شرکت شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مال باختگان اقدام می شود. اگه بشه، اگه نشه که قوم نمیشه. حالا چجوری میشه اینا رو پیدا کرد، اقدام کرد برای شناسایی و توقیف اموال؟
ادامه صحبت سخنگوی دستگاه قضا. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند. میگه اگه این اموال شرکت شناسایی و توقیف بشه، برای توزیع اموال بین مال باختگان اقدام میکنیم. چجوری میخواد شناسایی و توقیف بشه؟ مردم میتوانن اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول شرکت را به مراجع ذی صلاح اطلاع دن. یعنی مردم برن بگردن ببینن طرف چی داره، به ما اطلاع بدن، ما بریم توقیف کنیم، اون وقت عادلانه بین اون مردم چیز میکنیم، تقسیم میکنیم، واقعا چیز میکنیم. مردم میفهمن این چی میگه؟ حتما میفهمن چی میگه. مردم برن ببینن این چی داره، رفتن دیدن یخچال و کمد و ایناشو برداشتن دیگه، حتما دیدین فیلمای خبریش و عکسای خبریش دیگه، رفتن غارت کردن. ولی خب چند نفر رفتن و چی آخه این شد راهش، این شد رسمش، این شد عدالت، این شد دستگاه قضا، این شد مملکت در قرن 21. آخه بعد هم آمده همین دستگاه عدل و پلیسش و اینا میگن سلبریتی ها که کوروش کمپانی رو تبلیغ کردن باید پولی که برای تبلیغات گرفتن پس بدن. یه فرم هم دادن دست مردم که بیان پر کنین از سلبریتی ها که این کوروش کمپانی رو تبلیغ کردن شکایت کنین. این سلبریتی ها بعضی هاشون میگن که خیلی ضربه زدن به جمهوری اسلامی، خیلی شکاره دست همه سلبریتی ها واقعا. یه سلبریتی فقط خداست. ببینین حالا بعضی هاشون با حکومت هنها، ولی به هر حال دیگه وقتی که واقعا برخورد فاشیستی یعنی همین خوشکتر رو با هم میسوزنه. آقا جان حالا اینا گذشته، این همه صدا و سیمای آقایون برای چای دفش تبلیغ کرد، پول تبلیغات چه به کی برگردوند؟ اگه فقط هنرمنده و ورزشکارا بودن که با پول کمی که گرفتن طبق گفته خودشون رفتن تبلیغ کلاهبرداری کوروش کمپانی رو کردن. سردار حمید کمالی، ایشون مشاور ستاد کل نیروهای مسلح، همرزم سردار دلها، رئیس پیشین بازرسی ستاد کل سپاه پاسداران، اصلا الان هم تو بازرسی سپاه پاسداران داره کار میکنه. چرا این سردار تشریف آوردن کوروش کمپانی رو تبلیغ میکنن؟ این چقدر گرفته از بازرسی کل سپاه هم اومده، از امیر حسین گرفته، چرا ازش پس نمیگیرین؟ چرا فرم اینا اون بنر شهرداری تهران این ببینین دیگه، مگه این بنر شهرداری تهران نیست؟ نبود این عکسی که رد شد، مگه نیست برای تبلیغ کوروش کمپانی و رئیسش امیر حسین شریفیان؟ چرا کسی یقه زاکانی و دستگاه شهرداریشو نمیگیره که پول ما رو پس بدین؟ چرا فرم نمیدین به مردم پر کنن علیه شهرداری شکایت کنن؟ دولت چی؟ برنا خبرگزاری وزارت ورزش و جوانی، یعنی دولت سید محرومان، 25 آذر 1402 نوشت. 25 آذر رو کوروش کمپانی به صورت کاملا قانونی هموطنان را صاحب گوشی آیفون کرده است. با توجه به رکورد شکنی برند کوروش کمپانی در زمینه فروش گوشی های تلفن همراه و استقبال فوق العاده مردم از تسهیلات خرید بی‌نظیر این کمپانی، خبری با هدف تخریب این برند با این مضمون که کوروش کمپانی به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل نمی کند در نمیدونم توسط ضد انقلاب پخش شده است، در حالی که تا امروز حتی یک شاکی خصوصی هم نداشته است. 25 آذر 1402. چرا کسی یقه دولت رئیسی و رسانه هاشو نمیگیره؟ همین برنا، همین وزارت ورزش جوانان، دولت که اینقدر تبلیغ این کلاهبرداری رو کردن، مخصوصا زمانی که کلاهبردار و کلاهبرداری لو رفته بودن، مردم جیغشون در اومده بود. الان داره خود پلیس میگه که این یارو اون موقع در رفته بود و بعد رسانه دولتی میاد، همین برنا میاد اینجوری رپورتاج آگهی براش میزنه. چه معنی داشته جز لاپوشونی کردن کلاهبرداری و همدستی با کلاهبردار؟ چرا فرم شکایت از دولت بابت تبلیغ دو پشته کوروش کمپانی بین مردم پخش نمیکنین؟ این آخه چه شطور گاو پلنگی که اسمشو گذاشتین عدالت اسلامی و مملکت اسلامی؟ این آقا جون برگردیم به آقای فریبرز کلانتری عزیز. تشریف دارین؟ خب آقای کلانتری با
سلام و درود مجدد. آیا می شود واقعا باور کنیم که هیچ سیستم پیشگیری برای کلاهبرداری های کلان این شکلی از مردم که این همه کسی رو شاکی هم درست میکنه تو این مملکت نیست؟ عرض کنم خدمتتون این واقعا خیلی، یعنی یک عمده تخلف به نظر من از طرف دستگاه نظارتی بوده. ما سبیل به سبیل دستگاه نظارتی داریم، شاید 17 یا 18 تا دستگاه نظارتی هست. در این مورد خاص من سوالم اینه که نقش بازدارندگی مرکز FIU وزارت اطلاعات چی بوده؟ این مرکز مرکزیه که وظیفه‌اش اینه که تراکنش‌های بانکی مشکوک رو رصد کنه، به تمام کره‌های بانکی، به تمام زیرساخت و اطلاعات بانکی همه مردم هم دسترسی داره. کافیه که یک نفر یا آدم عادی چند صد میلیارد تومان مثلا تراکنش مالی داشته باشه مثلا در یک ماه. امکان نداره، اینو سوژه پولشویی میکنن، یعنی کیس میکنن میفرستن به عنوان سوژه پولشویی. یعنی یه نفر تو اون مرکز FIU، یکیشان، بقیه رو نمیگم بقیه دست کنه، متوجه نشده که این آقا داره چه کار میکنه در این شرکت. این پولهایی که داره میاد، پولهایی که داره خروج میشه، تبدیل به ارز میشه و داشته یواش یواش خارج میشه، متوجه نشدن. به جز این خود اداره پولشوی بانک ها چی کار میکردن؟ خود اداره پولشوی بانک مرکزی داشته چی کار میکرده؟ دستگاه های نظارتی دیگه چی کار میکردن در قبال این؟ اینها همه سوالاتی که یه بخش ماجرات شما دولتی که میگه آقا تراکنش نون بربری مردم عادی هم میگه شما، ما رصد میکنیم، اطلاع داریم و این همه پول که جابجا شد و رفت، شما چرا متوجه نشدی؟ یه دلیل عمدتری هم که داره به من میخوام به اون توضیح بدم، افرادی مثل آقای امیر حسین شریفیان اجازه میدن به خودشون کلاهبرداری کنن، علتش چیه؟ یکیش تورمه. تورم چجوری ایجاد میشه؟ تورم در واقع با چاپ اسکناس و بازی پانزی دولتی، یعنی غیر ملموسی که غیر قابل مشاهده نیست، خود دولت و بانک ها را انداختن، روزی 6000 میلیارد تومان دارن اسکناس چاپ میکنن و پول به اصطلاح سود سپرده هایی که برای خود مردم میدن، یعنی از سرمایه خود مردم سرمایه خودشون رو برمیگردن. همین کاری که توی شگرد کلاورده پانزی امثال آقای شریفیان و دیگران انجام میدن، اینها هم از سود سرمایه گذار بعدی سود سرمایه گذار قبلی میدن، یه جای دیگه نمیتونن بدن، منتها با این بازی پانزی دیگه چاپ دیگه اسکناس میزنن، چاپ میکنن، هر روز بیشتر بخوام بیشتر چاپ میکنن، دولتی ها کمتر میخوان کمتر بخوان کمتر. این تورم باعث میشه که مردم ریسک پذیریشون میره بالاتر، میبینن خطر اینه که دارایی سرمایهشون رو دارن از دست میدن، ریسک پذیری بیشتر میشن و ترغیب میشن به فراخوان و تبلیغات افرادی مثل کوروش کمپانی و این آقای شریفیان، در حالی که بازارهای دیگه هم اینا مسدود میکنن دیگه. ببین بازار نمیدونم میخوای بری طلا، هر روز یه قانون میذارن ممنوع میکنن، بازار ارز، بازار سرمایه و بورس که چه بازی بزرگی انجام دادن و سرمایه مردم رو نابود کردن، تبلیغ کردن، ترغیب کردن، تشویق کردن، مردم گفتن بیان برید تو بورس، سرمایه مردم از بین بردن. خب شما تورم داری، بازاراتون هم همش خرابه، این باعث میشه که مردم خود به خود از اون ترس کاهش درآمدهای سرمایهشون، یعنی از بین رفتن سرمایهشون، ریسک پذیریشون بره بالا و برن جذب بشن به این مدل از کلاهبرداری ها. یعنی این به نظر من این بزرگترین آلته. حالا آدم های دیگه هم هستن، نقش های دیگه هم هست. همین نقش مثلا شما این برادران روان اسمانی برای من خیلی عجیبه. حالا من که پلیس هم نیستم، من به عنوان روزنامه‌نگار مثلا نگاه کردم روزنامه رسمی و در همین سند شماره 3 که ما وضعیت این کوروش پرداز آیسا هم نشون دادیم دیگه، دیدیم که این آقای روحانی، سید حسام روحانی، یه دوره چند ماه بعد، مثلا یه مدت بعد که این شرکت پا گرفته اومده عضو شده، خیلی مثل بچه زرنگا چندی ماه قبل از این هم که این خبرها بیاد بیرون اینا خارج شدن.
خب آقایون برن از همینا سوال کنم، بالاخره اینها اعضای رسمی هیئت مدیره این شرکت بودن که اون آقای فرجی و مرادی و اون خانم قرهداغی نمیدونه تا اون همسر آقای شریفیان باشه و باهاش رفته دیگه، و این آقایون گودرزی اینا که بودن دیگه تو این ساختار، اینا کجان؟ هیچ سوالی نمیشه، میرن چیکار میکنن؟ میرن پدر این بنده خدا رو گرفتن. حالا نمیدونم اصلا به چه جرمی دلایلی دارن یا مستندی دارن، اینم نمیدونیم، اما خب حالا به هر صورت فعلا رفتن اونو گرفتن دیگه، اون گوشت دم توپ بوده، نزدیکتر بوده، رفتن اونو گرفتن. بعد از این ورم اخبار زد و نقیز دیگه، یکی از کاراش اینه، من تو پرونده کسی رو شدی تجربه میگه، من با شاکیان اکثر خیلی از پرونده کسی رو شاکی مواجه بودم، این پرونده کوروش کمپانی هم اضافه میشه به اون بیش از 50 پرونده باز کسی رو شاکی تو اون سند یک ما نشون دادیم که ما چقدر پرونده کسی رو شاکی داشتیم که هیچ نتیجه نداده، در واقع یه همشون پرونده های بازن. حالا اینها کسی رو شاکی ها، این کلاهبرداری ها توی دستبندی که من کردم، یه بخشش توی خودرو بوده، یه بخشش تو طلا و ارز بوده، یه بخشش تو حوزه بانک و سرمایه گذاری بوده، بعد یه بخشش تو حوزه مسکن بوده، یه بخشش هم توی این لوازم جانبی و لوازم و اینا که این کوروش کمپانی میره زیر مجموعه اونا. تقریبا چند میلیون نفر آدم درگیر این پرونده ها که هنوزم بازه. یعنی شما بری ببینی مثلا سکه سامن هنوز شوکات هستن، معلوم نیست چی شده. رامک خودرو 7000 شاکی داشته، هنوز دستیر هستن، به حق و حقوقشون نرسیدن. این کوروش کمپانی هم همینه، چند سال دیگه اضافه میشه به این پرونده های کسی رو شاکی. تازه کار سختشون شروع شده، گفتم من از اطلاعات و ارتباطی که با شاکی های پرونده ها داشتم دارم این حرف رو میزنم. حالا کوروش بوده، الان قبلا مثلا آقای به اسم سامن الحجج می اومدن کلاهبرداری میکردن، الان یه چند وقت دیگه اسمش اسم کوروش هم آوردن اضافه کردن، باش کلاهبرداری کردن. آقای کلانتری، این برادران روحانی یعنی سید حسام، به قول خودشون سید حسام روحانی اصفهانی و سید جمال روحانی اصفهانی، اینا هر دو در واردات موبایل و گوشی همراه و تلفن خدمات به اصطلاح پس از فروش، اینا از سال 92 لااقل اینجوری که من دارم میبینم بودند. شرکت سپاهان همراه که خدمات صادرات و واردات و واردات دیگه، حالا در واقع حق العمل کاری سید جمال روحانی مدیر عاملش که از سال 92 اینو راه میندازن، شرکت سپاهان همراه، و قبلش هم این آدم با اون دم و دستگاه‌های مالک اشتر و اینا کار میکرده که همشون تحریم اصلا اونا. و بعد معذرت میخوام، سید حسام روحانی هم در شرکت دیگری که اینم من بگم برای اینکه کاملا روشن بشه، سید حسام روحانی هم در شرکت کاوان تجارت کیاسام که دقیقا راه در واقع واردات در اصال 96 گسترش داد، ایده واردات و توزیع این برند را که منظور همین اینه، اصال 96 گسترش داد با تجربه 25 ساله در حوزه واردات و توزیع کالا از چین و به نیازهای مهم صنف لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر در ایران پرداخت. این دوتا برادر سید حسام روحانی و سید جمال روحانی اصفهانی، اینا هر دوشون همینطور که شما نشون دادین وصل میشن به این کوروش کمپانی. سکوت، سه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه وقت داریم، من میخوان چیزی بگیم بگیم خواهش. عرض کنم که بله، من اون بررسی کردم، جدیترین آدم هایی که میشه الان مورد سوال قرار بگیرن همین دوتا هنگه سابقه ای دارن، به هر صورت تو اون صنف هم شناخته شدن، دفتر توی گوانگزوی چین دارن، توی دبی دفتر دارن، کارشون اینه. و اینکه اینها یه برهه‌ای بعد اومدن و یه برهه‌ای هم خارج شدن رفتن، این دلیل نمیشه که اینها سلب مثلا مسئولیت حقوقیشون بشه این جریان.
اینا جدی ترین آدم بودن. حالا اینی که من دیدم، حالا نمیدونم این آقایون دستگاه امنیتی حتما اینا رو میتونم بررسی کنم بیشتر ببینن که بیشتر باهاشون همدست بشن ببینن میتونم حالا نمیدونم اصلا شما نمیدونید کثیر الشاکی همینه. من گفتم فاجعه تازه شروع شده. حالا برنامه درباره کثیر الشاکی ها باید بذاریم، اصلا این با اشاره و در واقع نقطه زنی نمیشه. چون ببینید سکه سامن خود آقای خامنه اومد پیام داد که رسیدگی کنین، هنوز آه و واویلا اینا بالاه، رامک خورده رو مسئولای قضایی اومدن سکه سامن، بعد پاسپورت پرونده رو به جرم ارتشا گرفتن. اصلا یه وضعی میشه این به بعد، یعنی یه سری مردم گرفتارن میرن تو این کوریدورهای دستگاه قضایی گرفتارتر میشن. دستگاه قضایی که میگه ما نمیدونیم چجوری رفت کجا رفت کی رفت. اما ببینید من روزنامه‌نگار الان این اسناد عدالت علی اومده بیرون دیگه. حالا بگذاریم از اون تومار شکایات، هم ممنوع المعامله، هم مسدود حساب، مسدود الحساب، هم ممنوع الورود، هم ممنوع الخروج شدن به خاطر نوشتن مثلا 4 تا توییت رو توی اینستاگرام پست گذاشتن. بعد آقای کوروش کمپانی از 7 دولت آزاد بوده. آقای منتظر المهدی سخنگوی فراجا میاد میگه که ما اینو نمیدونیم، این قبل 18 سن سن بلوغ نرسیده یه بار رفته خارج از کشور. یه فیلم ازش تو دبی میاد اندازه اون عموی بزرگ خدا بیامرزه ریش سیبیل داره. این عکسی که در دبی ازش منتشر شد، دبی فیلم، این که بچه نابالغه. من نمیدونم اینا چی میگن. ممنونم آقای فریبرز کلانتری عزیز، شبتون بخیر. من فقط یه نکته رو اضافه کنم که بعضیا میگن که اینا مثلا دوست دارن آیفون داشته باشن جوونا و برای همین سادن میفتن در دام. سایت دیدبان ایران با یه عده از مال باختگان مصاحبه کرده، مصاحبه خیلی خوبیه. اینا همشون در واقع میگن که آجون ما برای کسب درآمد این کارو کردیم، کار نیست، شغل نیست و تو این مملکت هم دنبال راه میون بریم. بریم پرده آخر. هستن کسانی که ناخون انگشت بزرگ پای اونها به قدری بلنده که وقتی به سجده میرن این ناخون مانع میشه از رسیدن سر انگشت به زمین. آیا این ایراد داره یا نه؟ در جواب عرض میکنیم که سر دو انگشت بزرگ پا بنابر احتیاط باید روی زمین قرار بگیره. حالا بقیه انگشتان رو اگر کسی خواست بگذاره روی زمین یا نگذاره، این به سجده لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. اما قسمتی که باید دقت بشه سر انگشت بزرگ پاست. اگر کسی ناخون پاش طوری بلنده که وقتی سجده میره به جای این که سر انگشت بزرگ شب و روزگار خوش.